یکی از رهبران بزرگ شورش و قیام بر علیه عثمان بن عفان طلحه بوده و طلحه داعیه خلافت داشته. عایشه که مردم را بر علیه عثمان تحریک می کرده که به قتل برسه برای اینکه طلحه بیاد رو کار. طلحه با عایشه از زمان خود پیغمبر اکرم، بالاخره خب اینا دختر عمو پسر عمو هم دیگه از قبیله تیمن، حالا چی بوده که خلاصه آشنایی بیشتری داشته با طلحه عایشه از زمان خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، که حتی دیدم در روایتی از منابع معتبر خود اونها که پیغمبر اکرم وارد منزل شدن، یه وقت متوجه شدن که عایشه با طلحه دارن حرف میزنن با هم. وقتی حضرت وارد شدن اینا از هم جدا شدن، وارد خانه بشن پیغمبر اکرم ببینن که نامحرم با عایشه دارن حرف میزنن، حالا حمد و سلوشون رو با هم اصلاح میکردن، قرآن با هم رد و بدل میکردن، چی میگفتن به هم؟ بعد حضرت فرمودن که من خدا غیور، خدا از غیرت خوشش میاد، بعد از خدا من غیرتمندترین شخص این عالم هستم. چه مناسبت تو دارید؟ اینا رو ما نمیگیم، درست هم نیست نشر دادن این مطالب، لکن در کتب خودشونه، ما چه بکنیم؟ لکن این مطالب را در مواردی که صلاح نباشه گفتنش جایز نیست اصلا گفتنش. مطلب از چی میگم؟ حالا من قصد نداشتم بگم، دیگه الان بر زبانم جاری شد چون بحث طلحه به میان اومد که این میخواد حکومت بعد از عثمان برای طلحه باشه، قیامش بر علیه عثمان به این جهت بوده، دیگه حالا چاره نبود که ولو اینکه ما مدرک داریم و با مدرک حرف زدیم، اونم خودشونه، به ما مربوط نیست. عایشه که مردم را بر علیه عثمان تحریک میکرده که به قتل برسه برای اینکه طلحه بیاد رو کار، برای این بوده است که طلحه بیاد رو کار. وقتی فهمید که امیرالمومنین مردم با ایشون بیعت کردن، قیام کرد بر علیه امیرالمومنین که خون عثمان را بله بایستی فلان فقرزت لقتالی علی دم عثمان. طبری میگوید خرج ابن عباس فمر بعائشه فی السلسل، اسم مکانه، فقالت یا ابن عباس انشدک الله فانک قد اعطیت لسانا ازعیلا. خداوند متعال به تو بیان خوبی داده، بیان قویی داده که میتونی تأثیر کنی در مردم. خب با این بیانی که تو داری و میتونی تأثیر کنی، من از تو میخوام، قسمشم میده، ان تخذل عن هذا الرجل و ان تشکك فيه الناس. عایشه درخواست کرد از ابن عباس که مردم را با اون بیان قویی که داری، مردم را از عرض کنم که چیز از عثمان برگردونی. ان تخذل الناس عن هذا الرجل و ان تشکك فيه الناس فقد بانت لهم بصائرهم. تا میرسه به اینجا، وقد رأیت طلحه، طلحه ابن عبید الله قد اتخذ على بیوت الاموال والخزائن مفاتیح فإن یسر یسر بسیرت ابن عمی ابی بکر. شما مردم را بشورون بر علیه عثمان، اگر طلحه بیاد سر کار، طلحه مرد امینی است، بیت المال مسلمین را حفظ خواهد کرد و سیره او سیره پسر عموش ابو بکر خواهد بود. دقت میکنی؟ که درخواست میکنه از عبدالله ابن عباس که بر علیه عثمان حرف بزنه، مردم را تحریک بکنه و طلحه بیاد سر کار، او حفظ خواهد کرد بیت المال مسلمین را و سیره او سیره ابوبکر خواهد بود. خب بعد خود طبری باز نقل میکنه، میگه به این که در مکه وقتی خبر رسید به عایشه که کشته شده عثمان، قتلو عثمان، قالت ثم مادا ثم صنعوا مادا. خب عثمان را به قتل رسوندن، بعد چه کردند؟ قال اخذها اهل المدینه بالاجتماع فجازت بهم الامور الى خیر مجاز اجتمعوا على علی ابن ابی طالب. راوی اون کسی خبر داد بهش، گفت که کار خوبی شد، مردم با علی بیعت کردن همه مجتمعا. فقالت والله لیت ان هذه انطبقت على هذه ان تم الامر لصاحبه. ای کاش آسمون بر زمین بیاد اگر به اصطلاح مردم با علی بیعت کنند، ای کاش آسمان بر زمین خراب بشه. انطبقت هذه على هذه ان تم الامر لصاحبه. ای کاش آسمان بر زمین بیاد، کنایه از این که دنیا به هم بخوره، هستی از بین بره، اگر اینکه تم الامر لصاحبک. فانصرفت الى مکه و هی تقول قتل والله عثمان مظلوما والله لاطلبن بدمه. و بعد اون شخص میگه بهش گفتم چرا ولی من، فوالله ان اول من امال حرفه لانتی، اولین کسی که وضع او را به هم زد و بساط او را متزلزل کرد تو هستی. ولقد کنتی تقولین اقتلوا نعتلا فقط کفر. اینا در تاریخ طبریه.
Straight Away TV.